به نام حق و به یاد شهدا، امروز شنبه اول میزان 1396 لیتل لومله 1395 23 سپتامبر 2017 سپتامبر 2018. اگر اشتباه نکنم در حدود یک ماه پیش اولین بار من قاریسه بدیدم که یک دختر دارد 3 ماهه اسما جان که بیناست و مشکل بینایی دارم. در شفاخانه مراجعه کرده بود، یک شفاخانه گفته بود که ما توانی عملیاتش داریم. به خواست خداوند این عملیات موفق می باشد، اما گفته بود که بین 1500 تا 2000 دلار مصارف عملیات میشه. من یک مقدار کمک ناچیز جیب خود به قاریسه کردم. بعد دفعه دوم قاریسه بدیدم، دفعه اول گفتم در فکر می باشم که چی رای حل پیدا کنیم. دفعه دوم قاریسه بدیدم، من باز از پول خود یک مقدار کمک کردم. بعد من قاری صاحب گفتم که بیا که بالای افغانها صدا کنیم. قاری صاحب با خانومش که هر دویش اینجا نشستم، اینها موافقت کردم و تقریبا بیش از یک هفته یا یک هفته پیش من در مسجد علاقه پارلمان، من فعلا در دفتر خود هستم در علاقه پارلمان، در چند متری مسجد شریف علاقه پارلمان است. من با قاری صاحب و دخترش صحبت کردیم، یک ویدیو را گذاشتیم. ویدیو منتشر شد، بالای افغانها صدا کردیم. خوشبختانه صدای ما را افغانها به زمین نگذاشتن، کمک روان کردن. امروز کمک تسلیم میکنم. کمک هایی که من تا امروز گرفتم بیش از چیزی نیاز برای عملیات بود. انشاءالله پول برایشان آمده است که اول عملیاتی شود، دوم بعد از عملیات، پست عملیات هم اولادش، دخترشان نیاز دارد که یک زندگی از نظر انرژی، مواد غذایی، حداقل تا مدتی یک غذای درست بخورن. بنابراین این پول برایشون نیاز است. هموطنان عزیز، من فکر میکنم که بزرگترین ثواب است اگر ما بتانیم که یک طفل کشور را، یک انسان را، یک افغان را، یک مسلمان را بتانیم که از نابینایی به خواست خداوند و به کمک طب و شما نجات بده. گفتم که خود قاری صاحب همین مشکل را داشت، اما به علتی بی پولی نتونست که عملیات کنن، خانومش هم متاسفانه نتونست این عملیات کنن و تا امروز این مشکل را هم قاریس هم خانومش داره. اگر خدا نخواسته این طفل اسما جان هم نابینا و با مشکل دید بماند، یک باری بزرگ بالای پدر مادر خود می شود که آنها خودشان مشکل دارند. اگر خواست خدا بود این عملیات موفقانه انجام شد و اسما جان بینایی خود را کسب کرد و این دختر نازنین کلان شود، بزرگترین عصا با محبتترین عصا و دلسوزترین عصا برای پدر و مادر خود می شود. اما تنان عزیز، افرادی که نیاز به کمک دارن، اینا نه دوستی کردن، نه زمین غصب کردن، نه کدام کاری بد اخلاقی کردن، اینها هیچ کاری بد نکردن که شرم بخورن. ما چرا با اینکه توهین و تحقیر اینها را ببینیم؟ اینها از خون ماست، اینها از گوشت ماست، اینها قربانی این نظام فاسد ضد اسلامی و ضد انسانی است که روز افغانستان و در تاریخ افغانستان متاسفانه حاکم بوده و در دنیا هم حاکم است. من بسیار خوشحال هستم که شما به درخواست یاری قاریسه و خانمش و اسما جان جواب گفتین. نزد دی پارلمان په علاقه کیم، په خپل دفتر کیم، دو میاشته یا یو میاشته دی مخه معلوم لیزر قاریسه راغلی و ما سره خبری وکړ او ما ته دا ستونزه مطرح وکړ چې یو لور لري چې درې میاشتنۍ لور ده، له بده مرغه نویني ستونزه لري. ما ته ویل که دا عملیات چې 1500-2000 ډالر اړتیا ده، یو روغتون په کابل دا کولی شي، او که خدای وغواړي د دې عملیات وروسته دا کولی شي چې وویني، په خپل قاري صاحب نه ویني او د قاري صاحب ښځه هم نه ویني. بیا ما ویل که دوی لور وویني، د دې عملیات موفق شي، او دا لور کولی شي چې د خپل پلار او مور په چوپړ کې، له بده مرغه د ده پلار او مور دوی هغه وخت د عملیات پیسې نه درلود چې تر اوسه دوی همداسې پاتې ده. بیا لومړی ځل ما مرستې مې د خپل معاش نه وکړ، دوهم ځل ما ولیدل قاري صاحب، دوهم ځل هم ما یو لږ پیسې د خپل معاش نه مرستې وکړ. بیا ما وویل چې د دې پیسې نه دا عملیات نه کېږي، راځئ چې غږ وکړو په افغانان. بیا مونږ یو ویدیو مې په فیسبوک کې خپره کړ، په افغانانو غږ مې وکړ، ځینو افغانانو ما ته پیسې ولیږل چې نن دا پیسې دوی ته ورکوو، هغه پیسې چې دوی لیږلی دي او ما اخیستلی دي نن دوی ته ورکوو، د دې خلکو نومه مخلو
د دې خلکو د هیواد چې دوی پیسې لري او څومره پیسې لري. دا یو ریا نه ده، ځکه چې دا یو د خیر کار ده او د ما پیسې نه ده، دا د هغه افغانانو پیسې ده چې لیژري دي او دوی حق لري چې وویني او وګوري چې دا پیسې رسېدلی دي که نه. ځینې وخته د مثال په توګه نه رسېږي، ځکه چې ستونزه ده په اوسترنون او په نور جان. ځینې وخته پیسې نه رسېږي ځکه چې ځینو افغانانو د ما په نوم پیسې ټولوي او ماته نه لیژي، یا ځینې وخت دوی لیژي په کابل کې هغه سره چې پیسې راوړي دي. د مثال په توګه ماته تلیفون کوي چې بشر دوست د فلانکي هیواد افغانان پیسې ټول کړی دي، ماته ورکړې دي، زه غواړم چې تاسو ته ورکړم، چیرته راشم؟ پارلمان علاقه زه پټې ورکوم، اما دوی ورکېږي. د دې دپاره دي چې زه افغانانو ته غواړم چې واقعا دوی باید تعقیب وکړي، پیسې چې لیژي ماته تلیفون وکړي چې پیسې لیژري دي د دې سړی په نوم، او بیا دا سړی چې بیرته راغی او وویل چې پیسې ماته ورکړې دي، دا سند وغواړئ. که یو ډالر وي زه دا سند ورکوم چې د ما انځور ده، د ما پټه ده، د ایمیل پټه ده، د فیسبوک پټه ده، او زه مبلغ لیکم چې څومره پیسې مې اخیستلی دي او بیا لاسلیک کوم. که چیرې دا سند نه وي، تاسې هرومرو باید پوه شئ چې پیسې ماته نه دي رسېدلې. پیسې چې د افغانانو لیژلې دي، دا خلکو باید پوه شي چې پیسې رسېدلې دي او دا پیسې ما په خپل جیب مې نه دي اچولې دي، دا پیسې واقعا قاري صاحب ته ما ورکړې دي او د دوی په امانت خیانت مې نه دي کړی. داسې دلیل چې خبره کوو دا ده چې تاسو وویلئ چې تاسو پیسې مستحق خلکو ته پرته له تبعیض ورکول شوي دي، او زه په دې عقیده یم چې دا خلکو چې دا کار کړی دي غټه ثواب کړی دي. همتنان عزیز، دلیل اساسي که ما منتشر میکنیم این خودخواهی یا نیست، به خاطر که پیسه از من نیست. من با مولوی سوی تشیع و تسنن صحبت کردم و من گفتن که این ریا نیست. مولوی تشیع و تسنن گفتم به خاطر که متاسفانه در اسلام فعلا تشیع وجود داره، تسنن وجود داره، بین تشیع جعفری است و اسماعیل است و بین تسنن مالکی است و حنفی است و امثال هم، در حالی که در صدر اسلام تمام مسلمان ها اگر بلال بود، اگر سلمان فارس بود، اگر عمار یاسیر بود، اگر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود، اگر حضرت علی بود، اگر حضرت عمر بود، یا حضرت ابوبکر بود، یا حمزه بود، تمام اینها اذانشان یکی بود، نمازشان یکی بود، وضو گرفتنشان یکی بود، یک نوع وضو می‌گرفتن، محتوای نمازشان یکی بود و در یک مسجد نماز می‌خواندن. اما متأسفانه امروز علاوه بر مذاهب ما مقابل احزاب اسلامی قرار داریم که احزاب اسلامی یک دیگر را تکفیر میکنن و خون یک دیگر روا میدانن. فعلا جنگی در افغانستان است به عنوان مثال. چند روز پیش یک از عسکرا به من میگفت بشه دوست، بعض وقت که جنگ در قریه با طالبان میشه، پشت دیوار در یک متری در این طرف دیوار طالب است، در این طرف دیوار ما هستیم. وقتی طالب فایر میکنم الله اکبر میگه، ما صداش میشنویم. وقتی ما فایر میکنیم هم الله اکبر میگوییم، اونا هم صدای ما رو میشنوند. اما ما همدیگر را میکشیم، همدیگر را عسکر و طالب عادی که همدیگر نمیشناسن و با هیچ دشمنی ندارن، نه زمینشان ناتقسیم مانده، نه قدرتشان، اما رهبران دولت طالبا و امثال هم که هم دیگر رو میشناسن، با هم در گفتگو هستن و اصل اونها از جنگ سود میبرن. اگر طالب پیروز شود، فکر نکنم که او بچی او طالب یا برادر او طالبی که خود انتحاری کردن او در داخل شود و ازیر شود. یا اگر امروز عسکر ما که میکشد، حتی عسکر ما که شهید میشود، پیسه اکرامیش داده نمیشود، وقتی زخمی میشود پولی زخمش داده نمیشود، اما نه بچه وکیل است، وزیر است، سناتور است، فایده را دیگران میبرد. پول هموطن هاست، از مردم است و باید این مردم که پول روان میکنند بدانند، بفهمند که پولشان واقعا رسید یا نه، وقتی رسید واقعا دادین یا نه، و به افراد مستحق دادین یا نه. در رابطه با بعضی این تاریخ که میشود، مثلا میرزا اولنگ و چاره زنبق هم سالوم، میلیون ها افغانی به اینان کمک برسد، اما در جیب چهار تا دوز میرود. یک از اصول ما است که هر افغانی یا دلاری کمک میگیریم، اول در لیست کمک کنندگان منتشر میشود، هر دو ماه یا سه ماه، و بعد وقتی کمکار توضیح میکنیم در ویدیو میگوییم که اینی قدر پول ما توضیح کرده. شاید تنها کسی تابدهی و حساب میگوید ما هستیم. ایران و ایوادوالو نن زده پیسی ورکوام چه مات لیجلی دی، زینو به دالر لیجلی و چی دالر مخصدی دی، او زینو افغانی لیجلی و چی افغانی مخصدی دی. این مصطفی هاشمی 260 دلار روان کرده بودن، این 100 دلار، این هم 100 دلار دیگه قاریسه 260، این هم 50 دلار قاریسه، این هم 10 دلار. این 260 از آقای حضرت ولی مصطفی هاشمی که روان کرده بودند.